های شمارش معکوس در واقع یه سری تایمر هایی هستن که روی سایت وردپرسی شما قرار می گیرن تا شما بتونید رویدادها و ایونت های خودتون رو به نمایش بگذارید بر اساس شمارش معکوس، بر اساس روز، ساعت، دقیقه و ثانیه اعلام کنید که شما این رویداد رو روی سایت یا سازمانتون خواهید داشت. امروز افزونه‌ای به نام Countdown Timer Ultimate برای وردپرس معرفی کردیم خدمت شما و می‌خوایم ببینیم که چطوری با این افزونه کار کنیم و اون رو روی وردپرسمون قرار بدیم. از بخش افزونه ها افزودن مثل همیشه، اگر نیاز دارید نسخه انگلیسی افزونه رو نصب کنید، خب میتونید اینجا سرچ کنید Countdown Timer Ultimate و این افزونه رو نصبش کنید. اما اگر زبان فارسی افزونه رو نیاز دارید، از تو میهن وردپرس از توی همین صفحه فایل رو دانلودش کنید و به صورت دستی با بارگذاری افزونه روی سایتتون نصبش کنید تا نسخه فارسی که توسط میهن وردپرس فارسی شده رو روی سایتتون داشته باشید. بعد از اینکه نصب شد، فعال کردن افزونه رو کلیک میکنم. بعد از فعال شدن افزونه، یه بخش جدید به نام تایمر معکوس توی سایت ما اضافه شد. از بخش تایمر معکوس افزودن تایمر میتونم یه تایمر جدید ایجاد کنم. تایمر تست جدید عنوانش رو میذارم. تاریخ انقضاش رو میتونم مشخص کنم. به عنوان مثال من میخوام توی تاریخ خب 31/9/2018 ساعت به عنوان مثال 14 این رویدادم رو برگزار کنم. اینجا تاریخ و ساعتش رو مشخص میکنم. انیمیشنش رو میتونم مشخص کنم که بر چه اساسی باشه. عرض دایره و پهنای پس زمینه رو میتونم مشخص کنم که این دایره ها چقدر باشه اندازشون. میتونم دایره ها رو بزرگ یا کوچیکترشون کنم. رنگ پس زمینه ها و رنگ زمینه ها رو از اینجا میتونم تغییر بدم. دی رو ترجمه میکنم به روز، ساعت، دقیقه و ثانیه و در نهایت روی انتشار تایمر کلیک میکنم. خب تایمرمون منتشر شد. حالا از بخش تایمر معکوس میتونم لیست تایمرهایی که منتشر کردم رو ببینم. تایمر تست جدید یه شورت کد جلوش داره که میتونم این شورت کد رو کپی کنم و توی سایتم استفادهش کنم. به عنوان مثال میخوام توی حالا یه برگه توی یه صفحه از سایتم بنویسم رویداد من و اینجا توی متن برگه این شورت کد رو پیست کنم. وقتی این برگه رو انتشار کنم، انتشار کلیک کنم و منتشرش کنم توی سایتم، با کلیک روی دیدن برگه میتونم تایمر رو ببینم. 730 روز و 2 ساعت و 46 دقیقه و 8 ثانیه.